ایجاد متن یا تکست در نرم افزار اسکچاپ 2018. در نرم افزار اسکچاپ میتونیم متن رو به حالتهای مختلف ترسیم کنیم. برای انجام این کار در قسمت منوی تولز کلیک چپ میکنیم. در اینجا دو حالت تکست داریم. تکست معمولی که به صورت لیبل یا دو بعدی هست و 3D تکست که به صورت سه بعدی یک متن رو ایجاد میکنه. در ادامه در مورد تکست توضیحات بیشتری میدم. در این قسمت بر روی 3D تکست کلیک چپ میکنم. ملاحظه میکنید که کادر 3D تکست ظاهر میشه. در این قسمت میتونیم متن مورد نظر رو تایپ کنیم. در قسمت فونت با استفاده از این لیست باز شد فونت های مختلف رو انتخاب میکنیم. در قسمت ریگولار مایل بودن یا بولد بودن اون رو مشخص میکنیم. الاین تراز بندی متن رو انجام میدیم و در قسمت هایت هم میتونیم ارتفاع این قسمت رو مشخص کنیم. در اینجا تکست قرار داره. یک تکستی رو در اینجا در صورتی که زبان انگلیسی هست تایپ میکنم. آموزش 365 رو در این قسمت تایپ کردم. با کلیک و درگ تمامی متن رو انتخاب میکنم. بر روی لیست باز شوی کلیک چپ میکنم و یک فونت مناسبی رو در اینجا انتخاب میکنم. به این صورت یک فونت مشخص شد. ارتفاع اون را هم عدد نیم تایپ میکنم و در قسمت فرام تیک گزینه فیل و اکسترود رو با کلیک چپ برمیدارم تا بتونیم یک متن رو به صورت دو بعدی ایجاد کنیم و در نهایت بر روی پلیس کلیک چپ میکنیم. متن به مکان نما متصل شده. در یک قسمت این متن رو با کلیک چپ قرار میدم تا حالت ثبات داشته باشه. یک متن با موضوع آموزش 365 تونستم در محیط ایجاد کنم. ولی این متن یک متن دو بعدی هستش و نمیتونم اون متن رو تبدیل به متن سه بعدی کنم. برای اینکه بتونم یک متن سه بعدی یا فیس مانند داشته باشم در قسمت تولز کلیک چپ میکنم. مکان نما رو بر روی 3D فیس قرار میدم و در اینجا تایپ میکنم آموزش 365 و با دابل کلیک این نو فونت رو انتخاب میکنم و حالت پیش‌فرض خودش رو قرار میدم. و در اینجا در قسمت فرام بر روی فیلد کلیک چپ میکنم. تیک اکسترود رو غیر فعال میکنم تا در سه حالت بتونیم یک متن رو ایجاد کنیم. در اینجا هم بر روی پلیس کلیک چپ میکنم. متن به مکان نما متصل در یک نقطه کلیک چپ میکنم. فرق این دو موضوع در اینه که موضوع به صورت توپر برای ما ترسیم شده و در این قسمتی که فیلد فعال نبود به صورت توخالی یک متن رو ایجاد کرد. همچنین میتونیم این متن رو در صورتی که ابزار مو فعال هست اون رو به حالتهای مختلف جابجا کنیم. در هر مسیری که میخوایم در قسمت نمودارهای مختلف این عمل رو انجام بدیم. برای اینکه بتونیم یک موضوع سه بعدی یا متن سه بعدی ترسیم کنیم مجدداً در تولز کلیک چپ میکنم. در قسمت 3D تکست کلیک در اینجا تایپ میکنم آموزش 365 و در اینجا بر روی هم فیلد و هم اکسترود کلیک چپ میکنم. در این کاد یک ارتفاعی رو قرار بدم. تایپ میکنم 0.0 عدد 8 رو وارد میکنم. بر روی پلیس کلیک چپ میکنم. میبینید که یک متن به صورت سه بعدی به مکان نما چسبیده. برای اینکه این حالت ثبات رو داشته باشه در یک نقطه کلیک چپ میکنم. به این صورت یک تکست سه بعدی در اینجا ایجاد شد. از نماهای مختلف ببینیم در قسمت منوی کامرا کلیک چپ میکنم. مکان نما رو بر روی استاندارد ویو قرار میدم و بر روی تاب کلیک میکنم. متنی که به صورت اولی بدون فعال بودن فیلد و اکسترود ترسیم کردیم، متن دوم با استفاده از فیلد
و متن سوم به صورت سه‌بعدی ایجاد شد. در اینجا با غلطک وسط موس میتونم این عمل جابجایی رو به این صورت انجام بدم. در اینجا این موضوع سه‌بعدی رو جابجاش کنیم، در صورتی که ابزار موو فعاله میتونیم اون رو روتیتش کنیم، به چرخونیم. مکان نما رو در این قسمت قرار میدم، عمل کلیک و محور چرخش رو برای اون مشخص میکنم، محور آبی رنگ هست، کلیک و درگ، و اون رو به سمت محور گرین چرخش میدم تا بتونم یک موضوع ایستاده داشته باشم. کلیک میکنم، تونستیم عمل اوربیت رو برای این انجام بدیم. همچنین برای موضوعات دیگه هم میشه این عمل رو انجام داد، و یا میتونم اون رو اسکیل کنم، بر روی اسکیل کلیک چپ، کلیک و درگ رو در اینجا هم میتونم انجام بدم. کلید کنترل زد از صفحه کلید رو میفشارم تا به حالت پیش‌فرض تبدیل بشه. در اینجا بر روی ابزار سلک کلیک چپ میکنم، با یک بار کلیک بر روی این موضوع یک حالت گروپ داریم و اون رو به صورت گروپ میتونم جابجا کنم، روتیت کنم، موف کنم و یا کارهای دیگه یا ویرایش‌های دیگه هم روی اون انجام بدم. زمانی هستش که میخوایم در متن تغییراتی انجام بدیم، باید چیکار کنیم؟ برای انجام این کار بر روی متن سه‌بعدی دابل کلیک میکنم تا از حالت گروه خارج بشه، و بر روی یکی از فیس ها میتونم دابل کلیک کنم تا تمامی اون موضوع انتخاب بشه، و یا یک فیس مورد نظر یا ایج رو با کلیک انتخاب کنم. غلطک وسط موس رو حرکت میدم تا عمل بزرگ نمایی به خوبی دیده بشه. بر روی او دابل کلیک میکنم تا به حالت انتخاب تبدیل بشه. بر روی ابزار موف کلیک میکنم و اون رو به سمت محور سبز رنگ حرکت میدم. به این صورت تونستم تغییراتی در یکی از متن‌های اون انجام بدم. مجدداً بر روی ابزار سلک کلیک میکنم، در یک ناحیه کلیک، برای تغییر یک حروف دیگه مجدداً دابل کلیک میکنم و بر روی ابزار موف کلیک، و همچنین در اینجا هم تغییراتی در این قرار میدم. مجدداً برای تغییرات دیگه بر روی عدد 3 دابل کلیک میکنم تا به حالت انتخاب تبدیل بشه، بر روی ابزار موف کلیک و اون رو جابجا میکنم. بر روی ابزار سلک کلیک و اون رو با حالت درگ کردن انتخاب میکنم، به این صورت تا تمامی موضوع درون کادر قرار بگیره. بر روی روتیت کلیک چپ میکنم، مکان نما رو بر روی یک قسمت قرار میدم و عمل اوربیت یا چرخش رو در اینجا قرار میدم. به این صورت تونستم چرخش رو در موضوع انجام بدم. میتونم عدد 5 رو اسکیلش کنم. برای انجام این کار بر روی ابزار سلک کلیک چپ، بر روی عدد 5 دابل کلیک تا تمامی موضوعات اون انتخاب بشه، بر روی ابزار اسکیل کلیک میکنم، مکان نما رو در این قسمت قرار میدم و عدد 5 رو بزرگ میکنم. به این صورت تونستم یک متن ناهماهنگ داشته باشم. برای اینکه بتونم به حالت گروه بندی برسم، کافیه که در قسمت محیط سبز رنگ اسکچ‌ها یک بار کلیک کنیم تا با استفاده از اون از حالت گروه خارج بشیم. اگر یک بار بر روی این موضوع کلیک کنم، به حالت گروه تبدیل شده و اون رو میتونم در قسمت‌های مختلف جابجا کنم. بدین صورت تونستیم با موضوع 3D Text آشنا بشیم و موضوعات یا متن‌های بسیار زیبایی رو در این قسمت تایپ کنیم.